درود فروان خدمتتون عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز سه‌شنبه 20 تیر ماه، در حالی که شاخص کل از ابتدای بازار با منفی شروع کرد و به صورت تقریبا سرسره‌ای به سمت پایین حرکت میکرد، اواسط بازار با یک خبر تقریبا این شیب شدت بیشتری پیدا کرد و همونجور که مشاهده میکنید 1.4% شاخص کل و 1.9% شاخص کل هموزن امروز منفی شدن. تا نقشه خونین مشاهده بکنید ببینید که تقریبا همه گروه ها قرمز هستند و اگر نماد سبزی هم دیده میشه بسیار به صورت محدود و انگوش شمار، یعنی اگه بخوایم کل نمادهای سبز امروز رو بشماریم فکر میکنم که حدودا 10-20 بیشتر نشه و همونجور که مشاهده میکنید برخی از گروه ها اصلا سبز داخلشون دیده نمیشه، از جمله فراورده های نفتی که اصلا هیچ سبزی داخلشون مشاهده نمی کنیم، یا اینکه سرمایه گذاری هایی که به غیر از یک دو مورد بیشتر سبز اصلا ندارن، یا رایانه میبینی اصلا سبز نداره، لاستیک اینجا اصلا سبز نداره، استخراج کانه ها میبینید که یه دونه سبز فقط دارن، پتروشیمی ها رو مشاهده میکنید که دو تا دونه سبز، یه دونه شمواد و یه دونه شکف، اونم به صورت بسیار کوچک و محدود. در فلزات اساسی وضعیت همین گونه ازش وسدید و حالا فافزا و فقدیر سه تا نماد هستش که امروز سبز بوده و تقریبا تو گروه های هم اگه سبز دیده میشه در همین تعداد، این دو سه تا مورد بیشتر نداریم. اوضاع بازار امروز با خبری که برای شپنا اعلام شد خیلی وخیم شد و به نوعی میشه گفتش که ترس بسیار زیادی سرمایه گذاران بورس را فرا گرفت و اینجا هم که میبینید شفافسازی جدید شپنا در خصوص کارمزد صادرات و تعدیل منفی ناشی از آن فشار فروش را شدیداً افزایش داد و صفهای فروش در بازار شکل گرفتن. حالا این خبر چی هستش؟ ببینید خبر اینه که الان اعلام شده از سال 97 تا 1401، یعنی یه چیز حدود 4 سال به اصطلاح بدهی داره شپنا و این بدهی توی این 4 سال رو نشده. ببینید هم دوره از عجایب هستش دیگه، یعنی شرکت ها که باید ماه به ماه شفاف سازی بکنن، 6 ماه یه بار شفاف سازی های بزرگتری بکنن و حالا اگر به اینها هم نرسیدن حداقل سالانه این کار رو انجام بدن، حالا مشاهده میکنید که یه چیز حدود 4-5 سال برای شپنا این کار انجام نگرفته. حالا یک بار اومده اعلام کرده که بله ما در خصوص درآمد بهره و کارمزد تبدیل ارز صادرات فرآورده های نفتی بابت سالهای 1900 تا 1397 تا 1401 لغو کردیم، یعنی قبلا میگفته ما سود داریم، بهره داریم میبریم از این کار، حالا اینا لغو کرده میگه ما سود نداریم، سود که نداره هیچی، میگه الان ما بدهکار هستیم و به خاطر همین میزان سود خالص قبلیش را از هر سهم 22 تومن کم میکنه، یعنی 225 ریال سود شپنال هر چقدر بوده، فرض کنید اگه 500 ریال بوده الان 225 ریال، یعنی نصف سود رو برداشت و گفتش که ما نه تنها به صلاح اینجا بهره نبردیم بلکه الان یه مقداری بدهکاری هم داریم. و خب در هر حال این خبر یه جورای بازار رو به هم ریخت، حتی خبر خوبی که برای شبریز اعلام شد در ارتباط با سود هم دیگه مؤثر واقع نشد و همه نمادهای بورس نوعی میشه گفتش که با مشکل مواجه شدن. دلیلش هم اینه که ببینید الان بحث شپنای خالی نیست، حالا شپنا شاید واقعا هم این قضیه برای یه نماد بوده باشه، شاید واقعا اینجوری باشه، ولی وقتی سرمایه گذار میبینه که بعد از 4-5 سال اومدن اعلام کردن که ما اشتباه کردیم یا سودی نداریم یا حالا مفهومش این میشه دیگه، یعنی باید اینگونه میشده ولی اینگونه نیست، یه جور دیگه هستش قضیه، به خاطر همین یه جورایی میشه گفتش که بازار به هم میریزه و
حالا تو گروه های دیگه هم شاید برخی سرمایه گذاران این فکر رو بکنن که 4 روز دیگه همین خبر که شپنا اعلام شده، فرض کنید مثلا برای فلزات اساسی و فولادی هم اعلام بشه، برای خودرویی هم اعلام بشه، برای بانک هم اعلام بشه، از اون روز تا حالا 4 ساله داره که من سود دارم تو این قضیه، حالا یک باره میگه که نه ببخشید اون 4 سال اشتباه شده و الان سودش همه رفته و 22 تومن هم از سود خالص شرکت رو کم میکنیم. یعنی دقیقا من نمیدونم در مواقعی همچین حرکت های انجام میدن که یه موقعی آدم شک میکنه، یه واقعا مثل اینکه یه دستوری دارن که قیمت رو بکشونن پایین، به خاطر اینکه همونجوری که مشاهده میکنیم ما دقیقا روی یک نقطه حمایتی بودیم که دیروزم بهش اشاره شد، 10/4/22/3 ما توی این نقطه حمایتی واکنش داشتیم. این نقطه حمایتی ما روی نیم فیبو بود، روی به اصطلاح لبه پایینی ابر کومو بود و اگر یه همچین خبری نمی اومد شاید امیدوار بودیم به بازگشت، ولی دقیقا در همون موقعی که بایستی مثلا منتظر یه خبرهایی باشیم که شاید بازار اعتمادش جلب بشه و یه مقداری به سمت بالا حرکت بکنه، یه خبری در میاد که واقعا عجیب غریب هستش و حالا واقعا نمیدونم. اینجا هم گفته که عزم دولت در ضربه زدن به بازار سهام، یعنی یه شورایی در لفافه داره میگه که این قضیه شاید ضربه‌ای بوده که پیشبینی شده بوده یا که میخوان قیمت‌ها رو باز بیارن پایین‌تر و مفهومی که من درک میکنم این هستش، حالا نمیگم قطعا اینو نوشته، ولی عزم دولت در ضربه زدن به بازار سهام الان توی این شرایطی که یهویی در میاد و میگن ببخشید ما بعد 3-4 سال اشتباه میکردیم، فقط این معنی رو میتونه داشته باشه. به پیرو این اتفاق امروز 1747 میلیارد تومان پول توسط حقیقی ها از بازار خارج شد که خروج سنگینی هستش، تقریبا 2 برابر دیروز. همون دیروز هم خیلی بردن، این 850 تا مبلغ بالاییه، حالا فکر کنید نسبت به دیروز امروز 2 برابر پول بیشتر خارج شد به خاطر این خبری که یک باره منتشر شد و خب الانه واقعا مشخص نیست که حالا شاید 4 روز دیگه پیام میگه نه یه اشتباهی هم شده. واقعا اگر اینجوری بشه دیگه نمیدونم چی باید گفت و فعلا که اوضاع خیلی میشه گفتش قمر در عقرب شده، به نحوی که ببینید ابتدای بازار یعنی در پیش گشایش ما 63 نماد تو صف خرید داشتیم، 63 تا تو صف فروش، بعد یک باره آخر کار رو نگاه بکنید با این اتفاقی که افتاد صف فروشمون به 187 نماد رسید، 3 برابر شد. صف خریدی های امروزمون خیلی فرق نکردن ولی صف فروشی هامون نسبت به ابتدای کار 3 برابر افزایش داشت که خب این قضیه مقداری در هر حال تشدید میکنه اون عدم اعتماد حقیقی ها را و باید ببینیم که آیا اتفاقات دیگه‌ای میتونه قیمت رو پایین تر هم بکشه. الان که دیگه فکر میکنم بایستی نگاهمون فقط به 61 صدومی فیبو باشه، یعنی 2,070,000 که اگر به 2,070,000 رسید قطعا میتونه برای خرید روی این پله مناسب باشه، مخصوصا برای کسایی که حالا خریدهاشون رو بالاتر انجام دادن، حالا اطراف 38 صدومی یا بین نیما 38 صدومی توی این مناطق خرید انجام گرفته روی 61 صدومی میتونن میانگین کم کنن و پله دوم بزنن. این صحبت که من دارم میگم اصولشه، عرفشه، حالا 4 روزی یه خبری نیام میگن که 61 صدومی هم به راحت شکسته بشه و نمیدونم فردا مثلا 4000 میلیارد تومان از بازار خارج بشه، واقعتش نمیدونم. این کاری که انجام دادن واقعا توی 1-2 ماه اخیر، مخصوصا اون نامه‌ای که بالاخره اون رانتی که تشکیل دادن و نامه را مخفی کردن از دست سهامداران،
این نامه که امروز در اومد و بعد از 4 سال گفتن آقا ما زیان داریم میکنیم، اینها همه نشوندنده اینه که شاید واقعا دستایی میخواد بورس رو به سمت پایین بکشونه و حالا اینجوری به توی نوسانی بگیره. فروشاشون رو بالا انجام دادن و الان علاقمندن که تا میشه بورس بیاد پایین تا به یه جایی برسه که دیگه حالا تعادل برقرار بشه، کسی فروش نکنه، قیمت ها خیلی پایین بیاد، تا اون موقع خریدهای سنگینشون رو انجام بدن، مجددا شاخص گرفت بالا، بتونن یه نوسان خوبی رو از بورس بگیرند. و خب کسی هم که بررسی نمیکنه این موارد رو، اصلا انگار نه انگار اون اتفاق افتاد و به اصطلاح با دستکاری تونستن نوسان خوبی از بورس بگیرن. 20 میلیارد دلار کجا رفت؟ یهوی رانت چجوری تونست این استفاده بکنه؟ هیچ کس هم که پاسخگو نبود. و خب وقتی که نه کسی را پاسخ بخوان ازش، نه که بازخواستش بکنن، طبیعی هستش که این روال ادامه دار باقی بمونه. و واقعا باز حق بدیم به حقیقی هایی که الان دارن پولشون رو اینگونه از بورس خارج میکنن، علارغم اینکه قیمت های خوبی هستش و بالاخره همه ما میدونیم میتونه در آینده اینها جبران بشه، ولی بعضیا واقعا دیگه میگن ما بریدیم. یعنی این که بهتون میگم، حالا شاید توی کانالم تو کامنت ها باشه، خیلی ها یک دو روزه حالا از دوستان آشنایان مشترکین افرادی که با من تماس گرفتن میگن که واقعا ما نمیدونیم، ما اومدیم سرمایه گذاری کردیم که به نفع کشورمون باشه و حالا بالاخره توی بازارهای موازی نریم، دلال بازی نکنیم، ولی الان هر چقدر فکرش میکنیم اشتباه کردیم و یه جایی اومدیم که به اصطلاح اگر که نمی اومدیم شاید خیلی برامون بهتر بود. حالا هم اعصابمون خورد شده، همین که به نوعی سرمایه‌مون داره تحلیل میره. واقعا من نمیدونم چی بگم با این اوضاعی که وجود داره. در حال ما تا سال 98 هیچ یک از این موارد رو نداشتیم. از سال 98 که این دولت وارد بورس شد و احساس کرد که با بورس میتونه درآمدی داشته باشه، مشکلات شروع شد. ابتدا که سال 99 اون بحران پیش اومد، بعد از سال 99 هم بالاخره از اون دولت اومدیم تو این دولت، الان هم که این اتفاقات اخیر پیش اومده و بالاخره اینها شاید ادامه دار هم باشه. یعنی اتفاقاتی که شما فکر کنی از سال 68 تا 98، 30 سال این اتفاقات به این شکل وجود نداشته. من نمیگم وجود نداشته، اصلا وجود نداشته، چرا موقعا بوده، ولی اینجوری سازمان یافته و از سمت به صلاح بالا وجود نداشت. یه جوری بوده که بالاخره حالا اتفاق می افتاده. تا خب موقع شبکه‌های مجازی هم نبود، ارتباطات هم کمتر بود، شاید مثلا سازماندهی هایی که می شد روی این قضیه هم یه مقدار ناشیانه تر عمل می کردن، خبراش هم در نمی اومد. در حال یه جورایی بود که احساس نمی شد این قضیه. الان دقیقا داره این قضیه احساس میشه و این خیلی خطرناکه. این خیلی خطرناکه برای بازار سرمایه که سهامداران احساس کنن که یه جورایی به صلاح رانتی داره این عدد سازی ها را انجام میده در بورس. خب دلار در بازار آزاد کماکان در کانال 49,000 تومان هستش، 49,360 تومان، 300-400 تومان نسبت به دیروز پایین اومده. سکه کماکان در کانال 28 میلیونه، البته اون هم دیروز 28,300-400 بود، اونم یه مقداری نسبت به دیروز پایین تر اومده. خب دلار جهانی با اخباری که برای کشور انگلیس به نوعی اعلام شد کاهش چشمگیری را دید. البته اخبار مربوط به آلمان و انگلیس با هم بود، ولی خب اخبار انگلیس اخبار خوبی بود. فعلا در بازار اروپا و در بازار اروپا آسیا زیر 102 اومده دلار، تقریبا به پایین ترین نرخ خودش توی 2 ماه اخیر رسیده و پیروی اون بقیه کالاها از جمله طلا، بیت کوین، کامودیتی ها میتونن بالا برند. ولی همونجوری که دیدید این خبرها هم فعلا تأثیری در بازار بورس ایران نداشته و متاسفانه بازار قرمز هستش. خب آقای مهدی در ارتباط با بخشیدن ارتفاعات توسط رضاخان گفتن که اگه این خبر درست باشه که ای وای
ولی امروز بعد از بخشیدن اراضی قرارداد ترکمنچای که بعد از 100 سال دورش تمام شده، دریاچه خزر هم که با شوروی 50-50 بودیم، اومدن چنان بخشیدن که 50مون به 13 رسید. و خب واقعا متاسفانه همینطور هستش و بالاخره نسل‌های بعد ما همون جوری که الان دوستمون هستن راجع ارتفاع تران صحبت میکنن، راجع این قضیه صحبت خواهند کرد. خب تشکر از بقیه دوستان که برای ما کامنت میگذارند. دوستمیان از قدیم گفتن چاقو دسته خودش را نمیبره. آقای اسماعیل هم میگن چرا سهامدار با ضرر کم از بازار خارج نشه وقتی وضعیت به این صورت هست و وقتی بازار سیگنال صعودی داد وارد بازار بشه. خب در حال استراتژی ها متفاوته، برخی وقتی که دیگه اینجا رسیده و میدونن که قیمت به خیلی کف رسیده، به جای اینکه خارج بشن میانگین کم میکنن. اونایی که بالاخره بلند مدت میخوان بمونن میدونن که بازار برمیگرده، ولی خب برخی که اومده بودن فقط مثلا یک ماه در بازار باشن و با مشکل مواجه میشن، اینها میتونن که از بازار خروج داشته باشن. تشکر از آقای رسول. یعنی اینجوری بهتون میگم، الان سه تا کار میتونید انجام بدید. سه تا کار میشه انجام داد. یکی این که وقتی که ما رسیدیم به 2,070,000 که 61% فیبو یا اون حدود، حالا بین 2,000,000 تا 2,070,000، اگه بس به اون روز هم نگاه کرد، اگه که مثلا خروج پول خیلی زیاد بود و خب قطعا شاید پایین تر از 2,070,000 هم ملاک بشه، مثلا 2,000,000, 2,100,000 بخش 2,010,000, 2,020,000 بین 2,000,000 تا 2,070,000 میشه که پله دوم ورود رو زد که میانگین کم بکنید و خب حالا وقتی که به سمت بالا حرکت کرد بتونید بخیر این سود را به نوعی سیف بکنید و بلند مدتی صبر کنید که ببینید چه اتفاقی میافته. یه کار دیگه میتونید انجام بدید، کلا بازار خارج بشید. مثلا فعلا مثل این دوستون فعلا خارج بشید. اگر حالا یه زمانی بازار مثبت شد و تونستید وارد بشید، وارد بشید. چون احتمال داره زمانی که بازار مثبت بشه جا بمونید از بازار. مثلا همه نمادها با هم دیگه سبز بشن، چند روز سبز پشت سر هم بخوره، چند روز صف خرید بشه و به سختی بشه خرید. اینم حالا راهکار دومتونه. راهکار سوم اینه که فعلا بلند مدتی دیگه رو قضیه فکر کنید. مثلا فکر کنید که الان ما میایم مثلا میرسیم به 1,900,000، میایم به 2,000,000, 2,100,000، ولی تا آخر سال مثلا میرسه به 2,500,000، تا 6 ماه دیگه مثلا میاد تا اونجا. پس تو این 6 ماه اصلا کاری ندارم به بازار که چه اتفاقی براش میفته. خب تشکر میکنم از همه دوستانی که برای ما کامنت میگذارن و در هر حال امروز اوضاع بازار خیلی جالب نبود. ببینیم که فردا چهارشنبه آیا این هفته خونین خوش عاقبت تموم میشه یا اینکه دو مجددا میخواد یک منفی بزرگ دیگه ای را در اون تجربه بکنیم و دوباره یه خبر دیگه از یه جای در بیاد که منفی ها تشدید بشه. امیدوارم که واقعا اوضاع خوب پیش بره و حداقل بین این خبرهای این شکلی که توی این چند وقت داشتیم 4 تا خبر خوب هم بالاخره بشنویم. من کامنت های همه دوستان را خوندم، ولی خب در هر حال دیگه نمیخوایم امروز برنامه خیلی طولانی بشه. فیلترها هم امروز براتون نگفتم، علتش اینه که خب فعلا اگه کسی بخواد پله دوم ورود بکنه بعد از اینکه به 2,070,000 رسیدیم، هر نمادی داشته باشه، من فکر میکنم که قیمتش مناسب باشه. فردا هم ببینیم چی میشه، بعدا راجع این قضیه پنجشنبه جمعه بیشتر صحبت بکنیم. ممنون از توجهتون، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.